سلام همراهان عزیز کانال تقویت زبان انگلیسی با داستان کوتاه امروز در خدمتتون هستم با یه داستان خیلی زیبا در سطح ادوانس با نام گریدی بوی امیدوارم تا پایان داستان همراه من باشید یک بار داستان رو در کنار هم میخونیم و ترجمه میکنیم یک بار دیگه مجدد داستان رو با سرعت طبیعی تر بدون ترجمه برای شما میخونم به منظور تقویت لیسنینگتون و در نهایت کلمات مفید و کاربردی این درس رو با هم مرور می‌کنیم. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید. Sam and Tom were identical twins. They were so identical that even their mother found it difficult to distinguish one from the other. Sam and Tom were identical twins. Twins means دو قلو. یعنی همسان. دو همسان یا دو که خیلی شبیه هم هستند. They were so identical. اونها انقدر شبیه هم بودند that که Even حتی their mother مامانشون found it difficult find یا گذشتهش که میشه همون found اینجا به معنای احساس کردن هست به معنای متوجه شدن هست مامانشون هم متوجه شده بود که اون مشکل difficult مشکل to distinguish distinguish یعنی تشخیص دادن تشخیص دادن one from the other تشخیص دادن اونها از هم دیگه یا یکیشون از اون یکی دیگه found it difficult احساس میکرد که این کار مشکله At least during their initial days on earth. However, they were very different from each other when it came to everything other than their appearance. At least أقل, during دار طول, دار مداتي, دار زمن, their initial days. initial یعنی نخستین یعنی ابتدایی دیز هم که میشه روزها میگه حداقل توی زمانهای توی روزهای نخستین یا توی روزهای ابتدایی که اونها اومده بودن on earth روی زمین منظورش که در روزهای اولیه‌ای که به دنیا اومده بودن However, هرچند که they were very different اونها خیلی با همدیگه فرق می from each other با همدیگه یا از همدیگه خیلی متفاوت بودن When it came to وقتی که میرسید در واقع نوبت Everything other than هر چیزی به جوزه هر چیزی غیر از Their appearance Appearance یعنی ظاهر یعنی شکل و شمایل ظاهرشون میگه توی همه چیز با همدیگه تفاوت داشتن الا ظاهرشون یا میخواد بگه غیر از ظاهرشون توی بقیه چیزها کلا با همدیگه فرق میکردن سام هد نو فرنز ویل تام وز اگریت فرندشیپ میکر سام لفت سویتس با تام loved Spicy فود و دیتستد سویت Sam had no friends. یعنی سام هیچ دوستی نداشت. ویل در حالی که تام was a great friendship maker. در حالی که تام یک دوستیاب عالی بود. یعنی میخواست بگه خیلی سریع و راحت دوستی ایجاد میکرد یا دوست پیدا میکرد. Friendship maker. Sam loved sweets. سم عاشق شیرینی بود. But اما تام دوست داشت یا عاشق spicy food. عاشق غذاهای تند بود. قضاهای فلفلی بود. And detested. به متنفر بود. یا خوشش نمی اومد. مثل dislike میشه سویت، ولی اون از غذاهای شیرین خوشش نمی اومد. Sam was mommy's pet. And Tom was daddy's pet. While Sam was generous and selfless. Tom was greedy and selfish. Sam was Mummy's pet. وقتی از اصطلاح پت به معنای حیوان خونگی برای شخص استفاده میکنی مثلا مامیز پت یا دادیز پت یعنی دردونه اون بوده یعنی عزیز کرده اون بود یا یعنی نور چشمی اون بود مثلا میگه سم عزیز کرده مامان بود ان تام و تام هم عزیز کرده بابا بود که از اصطلاح دادیز پت یا مامیز پت استفاده میکنم While Sam was generous, generous یعنی سخاوتمند یعنی دست و دل باز and selfless, selfless یعنی افتاده حال متواضع میگه در حالی که سم اینطوری بود تام was greedy, تام حریص بود and selfish و خودخواه در واقع تو مترادف کلمات بالایی هست generous مخ... مخالفش میشه greedy, selfless مخالفش میشه selfish As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally among them. However, Tom did not agree and he argued that as یعنی همان که سم و تام گرو اپ به معنای بزرگ شدن که در واقع گذشته فعل گرو اپ هست میگه همونطور که سام و تام بزرگ شدن پدرشون میخواست wanted to share که تقسیم کنه his fortune دارایی شو equally به طور مساوی among them بین آنها پس میخواسته اموالش رو بین پسراش تقسیم بکنه however هرچند که تام did not agree تام موافقت نکرده گری به معنای موافقت کردن حالا یا نکردن موافق بودن ولی تام موافقت نکرد and he argued that و اون بحث کرد در واقع که whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. Whoever, یعنی هر کسی که هر شخصی که proved ثابت کرد to be more intelligent. Intelligent یعنی باهوش. More intelligent یعنی باهوشتر. میگه هر کسی که ثابت کرد باهوشتر and stronger و قویتر هست would have باید to would have to get باید بگیره a bigger share سهم بیشتری رو of the wealth از دارایی رو پس هر کسی که ثابت کرد قوی تر و باهوش تر سهم بیشتری رو بگیره Sam agreed their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. Sam agreed. Agreed که قبلا هم گفتم به معنی موافقت کردن. Sam هم با این نظر موافقت کرد. Their father, پدرشون decided decide به معنی تصمیم گیری کردن یا تصمیم گرفتن که اینجا میشه تصمیم گرفت to organize organize یعنی ساماندهی کردن یعنی برنامه ریزی کردن سازماندهی کردن اون تصمیم گرفت برنامه ریزی کنه a competition یه مسابقه رو competition between بین the two در واقع بوده the two sons بین دو تا پسرا ولی دیگه سانز برای اینکه تکرار نشه حذف شده پس تصمیم گرفت یه مسابقه رو برنامه ریزی کنه یا برگزار کنه بین دو تا پسرا هی اسک د تو اون از دو تا پسرا خواست اینجا ask به معنای سوال کردن نیست به معنای خواستن هست هر خواست کردن هست اون از دو پسر خواست تو واک که راه برن یعنی پیاده روی کنن از long as they could تا جایی که اونا میتونن یعنی تا جایی که میتونن راه برن and return home و برگردن خونه return به معنای بازگشت هست و برگردن خونه before قبل از sunset قبل از غروب آفتاب The wealth would be divided in proportion to the distance covered. As a, as a rule of the competition, they were not permitted to carry a watch to keep track of the time. The wealth would be divided. wealth که قبلا گفتم به معنای دارایی، مال و اموال هست، divide هم به معنای تقسیم شدن هست. این proportion یعنی نسبت به بر حسب پس میگه تقسیم میشه بر حسب the distance، مسافتی که covered مسافتی که طی شده. اموال بر حسب مسافت تقسیم میشه. As a rule of the competition به عنوان یک رول یا قانون مسابقه They were not permitted Permit یعنی اجازه داشتن مجاز بودن اونها اجازه نداشتن تو carry a watch که از ساعت استفاده کنن یا ساعت دستشون کنن carry اینجا به معنای همون wear به معنای پوشیدن هست پس اونها اجازه نداشتن ساعت دستشون کنن یا ساعت بپوشن to keep track of keep track of یه چیزی در واقع آمار اون چیز رو داشتن هست یعنی اون چیز رو دنبال کردن هست میگه به خاطر این که ندونن ساعت چنده و نتونن پیگیر در واقع ساعت باشند، باشن اجازه نداشتن که ساعت دست کنن یعنی باید با حدس و گمان خودشون حدس میزدن که نزدیک غروب آفتاب هست و برگردن ولی اجازه نداشتن ساعت دست کنن The following day Sam and Tom set out to walk. It was a rather sunny day. Sam walked slowly and steadily while Tom broke into a sprint the following day, and it was a badish Sam and Tom set out yani Sam and Tom omisha to walk. ای اون بود a rather sunny day. اون بود یک روز تقریبا یا نسبتا آفتابی سانیدی آفتابی rather هماینجا به معنای تقریبا و یا نسبتا میشه سم پیاده روی کرد به آرامی l یعنی به صورت یک نواخت و پیوسته ویل در صورتی که تام بروک این تو سپریند یعنی داویدن مثل دو ماراتون با سرعت داویدن ول در صورتی که تام به سرعت می داوید as he was bent on winning the race وینینگ also winning a great portion of his father's wealth سام نیو داد اید بی ایدیال to walk as far as possible till noon. As he was bent یعنی همانطور که اون اراده کرده بود یا تصمیم گرفته بود on winning the race race به معنی همون competition مترادف competition به معنی مسابقه هست win هم که به معنی بردن هست میگه همانطور که اون تصمیم گرفته بود مسابقه رو ببره and also و همچنین win winning a greater portion portion به معنی سهم هست و همینطور سهم بیشتری یعنی برنده بشه سهم بیشتری از فا هیز فادرز ورث از دارایی پدرش رو سم نیو سم میدونست that میدونست که it would be ideal یعنی سم میدونست که این ایدئال هست یا این خوب هست to walk که پیاده روی کنه as far as possible تا جایی که ممکنه تا جایی که ممکنه بره تیل تا نون تا زور یعنی تا جایی که ممکنه تا زور پیاده روی کنه و and start for home at noon as it would take the same amount of time to walk back home knowing this Sam decided to turn back for home at noon so as reach home on time. And start و شروع کرد for home و شروع کنه یعنی در, واقع برگرد خونه پیاده روی کنه برای خونه at noon ظهر. As it would take چونکه از اینجا به معنای همون بیکاز هم میشه باشه میگه چون که it would take the same amount of time same amount of time یعنی همان مقدار زمان یا همان زمان رو it would take میبره یعنی همون قدر طول میکشه to walk back home که برگرده خونه پس بعد در واقع برنامه‌ریزی که تا ظهر پیاده بره و تا عصر هم برگرده خونه چون همون قدر زمانی که گذاشته رو باید بذاره تا برگرده خونه knowing this با دونستن این یعنی با دونستن یه همچین موضوعی Sam decided to turn back Sam تصمیم گرفت برگرده turn back برگرده for home یعنی برگرده به طرف خونه at noon ظهر so reach home on time پس برسه خونه reach به معنای رسیدن برسه خونه on time به موقع سر وقت however tom with his greed to earn more more wealth did not attempt to return home even after midnoon. he worked twice as long as a sam however هرچند که tom with his greed با اون هرسی که داشت گرید با هرسی که داشت تو ارن که به دست بیاره مور ویلث پول بیشتری رو یا دارایی رو بیشتری رو به دست بیاره did not attempt attempt به معنی تلاش کردن سعی کردن میگه سعی نکرد to return home که برگرد خونه even حتی after نون حتی بعد از نیمه ظهر یا حتی بعد از ا... بعد از ظهر he walked اون پیاده روی کرد تو از لانگ از سم یعنی دو برابر تو وایز در واقع میشه دو برابر مسیری که تام رفته بود پس اون دو برابر تام پیاده روی کرد و تا بعد از ظهر هم تصمیم نداشت که به خونه برگرده and thought he would still be able to return home before sunset he heard back when he saw the sun turn orange unfortunately he could not even make it half way home as the sun started to set and thought و فکر کرد یعنی دروقت با خودش فکر کرد he would still be able be, still هنوز be able یعنی تونستن یعنی قادر بودن میگه او با خودش فکر کرد که اون هنوز میتونه to return home میتونه برگرده خونه before قبل از sunset قبل از غروب خورشید he hurried back hurry به معنای عجله کردن hurried back یعنی با عجله برگشت اون با عجله برگشت when he saw وقتی که اون دید the sun turn orange وقتی که اون دید خورشید داره نارنجی میشه یعنی turn, turn orange یعنی نارنجی شدن unfortunately متاسفانه he could not اون نتونست even حتی make it way home half یعنی نصفه یعنی نیمه way home که way هم مسیر میشه home هم, هم که خونه way مسیر راه میگه اون حتی نتونست نصف راه خونه رو بره make it یعنی انجام دادن نتونست نصف راه خونه رو بره as the sun started to set زمانی که خورشید شروع کرد به ست. شروع کرد به غروب کردن Slowly, darkness engulfed his path, and he had to drag his tired feet feet back home. He had lost the race, only because of his greed. Greed leads to lose. Slowly, yai darkness. تاریکی انگافت یعنی فرا گرفتن پث هم یعنی مسیر یعنی جاده میگه تاریکی به آرومی جاده رو فرا گرفت and he had و اون باید drag drag به معنای کشیدن هست یه چیزی رو وقتی با زحمت روی زمین میکشی به اون میگن drag و اون باید میکشید his tired feet پاهای خسته رو back home به طرف خونه و باید پاهای خستهش رو میکشید که برگرده خونه he had lost the race lost به معنای باختن در واقع مخالف فعل win به معنای بردن میشه he had lost uh, یعنی اون باخت the race مسابقه رو اون مسابقه رو باخت only فقط because فقط به دلیل because of به دلیل his greed به خاطر اون هرسش به خاطر اون تمعش greed ترس یا تمع lead to lose lead to یعنی در واقع باعث یه چیزی شدن مسبب یه چیزی شدن میگه هرس و تمع باعث شکست شما میشه خب این هم از داستان آموزنده امروز ما امیدوارم تا اینجای داستان هنوز همراه من باشید یادتون نره قبل از اینکه بخواید ویدیو رو ادامه بدید حتما با لایکاتون و کامنتاتون از درس امروزمون ویدیوی امروزمون حمایت کنید تا برسه به دست بقیه دوستانی که میخوان زبانشون رو به این صورت تقویت کنن و یا یاد بگیرن قسمت دوم ویدیو من دوباره متن رو کامل براتون با سرعت طبیعی تر میخونم بدون ترجمه تو این قسمت رو در نظر گرفتیم برای تقویت لیستنگ شما قسمت پایانی که کلمات هست رو از دست ندید. سم و تام وار ایدنتیکل توئینز، وار سو ایدنتیکل که حتی مام خودشون دشوار بود تا یکی رو از دیگری ات کنه. حداقل در روزهای اولیه آن روی زمین، با این حال، وار بسیار متفاوت از یکدیگر بودند وقتی که به همه چیزاتی که نه Sam had no friends while Tom was a great friendship maker. Sam loved sweets, but Tom loved spicy food and detested sweets. Sam was Mommy's pet, and Tom was Daddy's pet. While Sam was generous and selfless, Tom was greedy and selfish. As Sam and Tom grew up, their father wanted to share his fortune equally among them. However, Tom did not agree, and he argued that whoever proved to be more intelligent and strong would have to get a bigger share of the wealth. Sam agreed their father decided to organize a competition between the two. He asked the two sons to walk as long as they could and return home before sunset. The wealth would be divided in portion to the distance covered. as a rule of the competition, they were not permitted to carry a watch to keep track of the time. the following day sam and tom set out to walk. it was a rather sunny day. sam walked slowly and steadily, while tom broke into a sprint. as he was bent on winning the race and also winning a great portion of his father's wealth. Sam knew that it would be ideal to walk as far as possible till noon and start for home at noon, as it would take the same amount of time to walk back home. Knowing this, Sam decided to turn back for home at noon, so, reach home on time. However, Tom, with his greed to earn more wealth, did not attempt to return home even after mid-noon. He walked twice as long as Sam and thought he would still be able to return home before sunset. He hurried back when he saw the sun turn orange. Unfortunately, he couldn't even make it halfway home as the sun started to set. Slowly, darkness engulfed his path and he had to drag his tired feet back home. He had lost the race. only because of his greed. Greed leads to lose. خب عزیزان رسیدیم به بخش پایانی ویدیو من کلماتی که فکر می کردم مهم باشه رو براتون جدا کردم اینجا یک بار مجدد با همدیگه مرور میکنیم ممکنه شما کلمات کمتر و یا بیشتری مد نظرتون باشه که میتونید از این گروه کلمات یا حذف کنید و یا اگر بیشتر نیاز داشتید از روی متن خودتون یادداشت بردارید. توینز توینز یعنی دو قلو Identical Identical یعنی بسیار شبیه به هم یا توی این داستان برای دو قلوها میشه دو قلوهای همسان Distinguish distinguish تشخیص دادن appearance appearance یعنی شکل ظاهری یک چیزی یا یک کسی قیافه ظاهری یا همون ظاهر detest detest که میشه مثل dislike دوست نداشتن generous generous سخاوتمند که یک صفت هست برای اشخاص استفاده میشه به معنای سخاوتمند بودن. selfless selfless یعنی متواضع یعنی یعنی فروتن. greed greed تمعکار selfish selfish خودخواه. selfish fortune fortune یعنی دارایی، مال و اموال. competition competition یعنی مسابقه و sunset یعنی غروب آفتاب sunset portion portion یعنی سهم یعنی قسمت distance distance مسافت intelligent باهوش intelligent keep track of یعنی آمار یه چیزی رو داشتن پیگیر یه چیزی بودن steadily steadily یعنی به طور پیوسته و آهسته engulf فرا گرفتن غرق شدن در چیزی drag به معنای به روی زمین کشیدن هست drag و اما آخرین کلمه sprint سپرینت یعنی با سرعت دویدن مثل حالت دو مسابقه دو, دو دویدن سپرینت و اما پایان داستان زیبای امروز ما اگر شما سطحتون ادوانس هست میتونید تمام ویدیوها رو با همین کاور بنفش رنگ توی کانال به راحتی پیدا کنید و گوش کنید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار همگی